اولین کاری که میکنیم اینه که تکای نارگیل رو داخل دستگاه اسموتی میریزیم، چون میخوایم یه خمیر نرم ازش در بیاریم. یه مقدار کمی هم از همین آبش رو داخلش میریزیم. می‌بندیم و داخل ماشین می‌ذاریمش. خب این به این شکل در اومد. این تقریبا حالت خامه‌ای پیدا کرده. اون یک دست شد و خیلی عالی. تو ویدیو می‌خوام بهتون آموزش درست کردن کیک نارگیلی رو بدم با استفاده از نارگیل تازه، خیلی راحت درست میشه و آسونه. تو ویدیو قبلی من بهتون آموزش درست کردن شیر نارگیل رو دادم که نارگیل تازه ما درستش بکنیم. خود گوشت تازه و نرم نارگیل و مقدار کمی هم از آب نارگیل استفاده کردیم. دو تا تخم مرغ داریم، آرد داریم، آرد کیک هستش یا آرد سلف رایزینگ میتونیم بگیریم، شکر داریم، روغن مایه، وانیل. میریم که با هم دیگه اینو درست بکنیم. تو ویدیو میخوام یه سبک جدیدی رو واسه کیک پزی بهتون یاد بدم با استفاده از این مخلوط کنی یا گوشکوب دستی ها، بلندرهای دستی، که خیلی ساده است. من اینجا حدود یک فنجون شیر نارگیل دارم که ترکیب شیر هستش با نارگیل تازه، گوشت نارگیل. دو تا تخم مرغ داریم که تو این میشکنیم. این روش واسه اونایی خوبه که همزن برقی نداره. من همزن دارم ولی میخوام این روش هم بهتون یاد بدم، خیلی ساده تره واسه اونایی که در دسترسشون نیست بتونن راحت اینو درست کنن. وانیل مایه داریم، شما میتونید وانیل شکری هم استفاده کنید. شکر داریم یک پیمونه. من تمام اندازه های دقیق این کیک رو زیر ویدیو بچه‌ها براتون می‌نویسم. اینجا اگه متوجه نمیشین اینجا دقیقش رو براتون می‌نویسم که مشکل پیدا نکنین. روغن مایه داریم نصف پیمونه. روغن زیتون استفاده نکنین. یا آماده است که ما شروع کنیم همزنش. دو پیمونه آرده. اگر از آرد معمولی استفاده میکنیم، آرد معمولی کیک بیکینگ پودر هم باید بهش بزنیم، یه قاشق مربخوری پر. این هم مایه ما یک دست شد به این شکل. این اضافه میکنم. این کیک چون با نارگیل تازه درست میشه خیلی خوشمزه است، خیلی هم ویتامین داره و عالیه. مایه ما آماده شد، این رقیقش باید به این شکل باشه مثل ماست.
من از قالب های کاپکیک استفاده میکنم کاغذی، توصیه ندارم قالب کیک هم بشورم. شما میتونید توی مرحله قالب کیکتون رو چرب بکنین و این مایه رو کامل بریزین داخلش. اول این کار نکردم و چون ظرف کثیف میشه تو اینا رو درست میکنم که کوچیک کوچیک باشه، هم راحت خورده میشه و هم ظرف کثیف نمیشه. اینا رو پر میکنم میذارم توی افه. خب اینا رو من توی قالب ها ریختم به این شکل. کاغذی هیچ مشکل منش پیش نمیاد. 12 تا 13 تا 14 تا کیک دارم. اینو میزن طبقه وسط فر، دمای 170 درجه سانتیگراد. روش که پف کرد طلایی شد اینو در میارم. خب میبینیم که کیک ها دارم پف میکنن. خب اینم از کیک های ما، این چه خوب همشون در اومد آماده شد، هم پف هم کرده.